سلام سلام، من زئوس هستم. آره، خدای خدایان. اصل بقای روح میگه روح تولید میشه اما از بین نمیره، بلکه از جسمی به جسم دیگه منتقل میشه. تناسخ به انتقال روح از جسمی به جسم دیگه میگن. از ادیان قدیمی هند و یونان باستان تا آیین بودا و هندو و بسیاری از ادیان امروز به تناسخ اعتقاد دارند. مثلا چون این باوری دارند که پس از مرگ روح از قالب بدن خارج میشه و سپس در قالب یک بدن دیگه قرار میگیره و به زندگی دنیوی ادامه میده. این روند مدام و بی پایان هی تکرار میشه، چون در باور اونها روح و دنیا ابدی هستند. حالا اگه طرف در زندگی آدم خوبی بوده، در زندگی بعدی خودش در رفاه و آسایش زندگی خواهد کرد، و اگر هم آدم بدی بوده، در زندگی بعدی شرایط بدتری خواهد داشت. شاید اصلا روح او در بدن یک حیوان حلول کنه و زندگی بعدی رو به صورت حیوان بگذرونه، و حتی ممکنه بدتر از اون به صورت گیاه زندگی کنه و خوراک گاو و گوسفندان بشه. اما در هر صورت اونها معتقدند که روح انسان از بین نمیره و اجداد اونها همچنان زنده هستند و از همان ظرف غذایی میخورند که موشها در آن میلولند. این برای آنها افتخار است. به عقیده آنها موشها نوادگان الهی این معبد هستند. آنها با موش زندگی میکنند. به عقیده آنها این موشها اجداد آنها هستند که به این صورت تناسخ یافته و در واقع بخشی از خانواده هستند. بر اساس همین تناسخ رو به دو نوع نزولی و صعودی تقسیم کردند. آدمهای خوب تناسخ صعودی دارند و بدها تناسخ نزولی یا همون مسخ شدن. در این ایده دیگه قیامت و معاد و بهشت و جهنم وجود نداره. زندگی جاوید در همین دنیا هست و عذاب و پاداش هم همینطور، اما در زندگی های متوالی. از جمله دلایل اونها بر عقیده تناسخ اینه که اگه کسی بهش ظلم شده و به حقش نرسیده، اشکال نداره، در زندگی بعدی جبران میشه تا عدالت شکل بگیره. تحقق عدالت و رسیدن به پاداش و عذاب و اینکه مرگ پایان همه چیز نیست و این آرامش و امید به آینده و عدم ترس از مرگ و حس جاودانه طلبی در زندگی و از همین حرفا دیگه. او مسلمون ها به تناسخ اعتقاد ندارند، اما متوجه هستید که دقیقا همین حرفا رو مسلمون ها برای معاد و روز قیامت مطرح می کنند. یعنی این حرفا رو برای معاد دلیلی منطقی می دونند و همین حرفا رو برای تناسخ دلیلی منطقی نمی دونند. کلن وقتی انسان دیندار میشه، عقل و منطقش هم ابزاری در دست دینش میشه. مسلمون ها به تناسخ اعتقاد ندارند، اما میان یک تناسخ ملکوتی تعریف می کنند و میگن به اون معتقد هستند. اینکه روح از قالب بدن در یک زندگی دنیوی به مراتب بالاتر و به یک بدن اخروی منتقل بشه، چون میگن روح معلق نمیتونه باشه، حتما باید در یک بدنی قرار بگیره. این انتقال از بدن دنیوی به بدن اخروی یا همون تناسخ ملکوتی رو درست میدونند. اما تناسخ در این دنیای مادی رو تناسخ ملکی مینامند و اون رو نمیپذیرند، که البته بحث ما بر سر همین تناسخ ملکی و دنیوی هست. مسلمون ها به تناسخ اعتقاد ندارند. او روایت و حدیث دارند که هر کس به تناسخ معتقد باشه کافر شده. آیه میارند، سوره مؤمنون آیه 99، اومده که کافرها پس از مرگ از خدا میخوان که به زندگی برگردن، میگن پروردگار من مرا بازگردانید، و در آیه بعد خدا میگه کلا، چون این نیست، امکان نداره. این یعنی تناسخ طبق متن قرآن ممکن نیست. در دین مسیحیت بازگشت به زندگی وجود داره. یعنی اونها معتقدند که همه پس از مرگ دوباره به زندگی برمیگردند تا بلکه به عیسی مسیح معتقد شوند، و اگر در دومین حیات خودشون هم به مسیح ایمان نیاوردند، دیگه برای همیشه خواهند مرد و باورمندان به مسیح جاودانه زندگی خواهند کرد. یعنی اونهایی که به مسیح کافر هستند دوبار زنده میشند و دوبار میمیرند، و خب در واقع اعتقاد به تناسخ هست.
مسلمان ها به تناسخ اعتقاد ندارند، اما به شدت آثار اعتقاد به تناسخ در باورهاشون دیده میشه. شیعیان به پدیده‌ای به نام رجعت اعتقاد دارند. معتقدند که آدم‌های خیلی مؤمن در زندگی خیلی کامل تکامل پیدا نکرده‌اند و از لطف خدا به دور است که فرصت دوباره بهشون نده. برای همین در آخر الزمان مؤمنان واقعی دوباره به زندگی دنیوی برمی‌گردند. و همچنین کافران واقعی، اونهایی که خیلی کافر هستند، در آخر الزمان به حیات دنیوی باز می‌گردند تا بر گناهانشان بیفزایند. چون این اعتقادی متاسفانه در میان شیعیان وجود داره. البته شیعیان توجیه می‌کنند که بگن نه، این رجعت تناسخ نیست. میگن اولا این همگانی نیست، مخصوص یک عده خاصی هست از مؤمنان و از کافران. خب باشه، به هر حال تناسخ دیگه، انتقال روح به بدن هست. و دوم این که میگن تناسخ انتقال روح به یک بدن دیگه هست، اما در رجعت اینها به همون بدنهای خودشون رجعت میکنند، برای همین تناسخ محسوب نمیشه. او توجیه این عقیده از خود اون عقیده رجعت شرم‌آورتره. مگه اون آیه قرآن که کافرها گفتن ما رو برگردون، منظورشون این بوده که ما رو در قالب یک گیاه یا حیوان یا یک انسان دیگه برگردون؟ اونها هم میخواستن به همون زندگی خودشون، به بدن خودشون برگردن دیگه. چطور اونجا بازگشتن به زندگی شده تناسخ، اما اینجا رجعت و این بازگشت به زندگی تناسخ نیست؟ این که میگن به بدنهای خودشون باز میگردند، بدنهاشون کجا بوده؟ تجزیه شده، رفته جزی از خوراک دیگر جانداران از جمله انسانهای دیگه شده. اصلا از اینها گذشته، فرض کنید بگیم بازگشت روح به همون بدن خودشون باشه، آیا میشه این بازگشت روح رو به بدن دنیوی تناسخ ملکوتی نامید؟ او خودشون رو خیلی راحت گول میزنند. در اشعار مولانا هم به وضوح اعتقاد به تناسخ دیده میشه. در دفتر سوم از مثنوی مولانا این ابیات او معروف هست که از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم به حیوان برزدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. او باور تناسخ در عقیده مسلمان ها رخنه کرده. درسته که اون آیه از سوره مؤمنون بر رد تناسخ هست، اما میدونید که قرآن پر از آیات ضد و نقیض هست. بستگی داره که شما کدوم رو انتخاب کنید و اون رو چطور تفسیر کنید. در قرآن خدا خطاب به یهودیان نافرمان میگه کونو قردتن خاسئین. خدا میگه به صورت بوزینه‌هایی طرد شده درآیید. بعضی این آیه در دو جای مختلف هم اون رو تکرار کرده که یه موقع فراموش نشه. خب این در حقیقت ناشی از باور به تناسخ هست. باز مسلمان ها توجیه می کنند و میگن نه، این تناسخ محسوب نمیشه، چون در اینجا روح به بدن یک بوزینه منتقل نشده، بلکه بدن اون انسان هست که یهو تبدیل به یک بوزینه شده. یک دیندار مجبوره که به چه چیزهایی معتقد باشه. او فکرشو کنید اون بوزینه ها بین دیگر بوزینه ها چقدر عاقل و باهوش بودند. این یکی آیه رو چی میگید؟ سوره مائده آیه 60 و جعل منهم القرده والخنازیر، و مسخ کرده و از آنها میمون ها و خوک هایی قرار داده. اینجا نگفته که اونها رو به میمون و خوک تبدیل کرده، نه، نگفته که جعلهم خوک و میمون، بلکه گفته جعل منهم، از اونها خوک و میمون درست کرده. این به تناسخ میخوره. البته از مسلمان ها هر توجیهی برمیاده، بحثی نیست. اصلا میتونن بگن این منهم برای قشنگی اومده، کی به کیه؟ قرآن دست خودشونه، راحت هر جور دوست دارن تفسیر میکنند. اما نه، گاهی هم گیر می کنند. در آیه 28 سوره بقره اومده که شما مردگان و اجسام بیروحی بودید و او شما را زنده کرد، سپس شما را می میراند و بار دیگر شما را زنده می کند، سپس به سوی او بازگردانده می شوید. در این آیه میگه شما اجسام بیروح بودید که خدا شما را زنده کرد.
این میشه زندگی دنیوی. بعد میگه شما را میمیراند، این میشه چی؟ مرگ دنیوی. و بار دیگر شما را زنده میکند، این یکی میشه زندگی اخروی. درسته؟ و چون اخروی هست دیگه تناسخ نیست، قبوله. اما نکته اینجاست که خدا دو بار زنده کرد و یک بار میراند. در آیه دیگری سوره غافر آیه 11 کافرا میگن پروردگارا ما را دو بار میراندی و دو بار زنده کردی، یعنی به سبک همون کافران بر مسیح که اونها در زندگی دوم خودشون هم با مرگ روبرو میشن. اما در اسلام کافرا قرار در جهنم جاودانه زنده باشند. پس این مرگ دوم رو کجای دلمون بگذاریم؟ اگه در آخر بگذاریم که جاودانگی چی میشه؟ اگه وسط بگذاریم که خدا دوبار پشت سر هم دو قبضه که نمی میراند؟ اگر هم اون رو در اول بگذاریم که آخه باید زنده باشه که خدا بمیراند یا نه؟ یهو جسم بیروح رو که نمیشه میراند، خودش مرده مادرزادی هست دیگه. نمیشه بگیم که ارواح همیشه زنده بودند تا خدا آنها را میمیراند. اینکه این آیه با اون آیه سازگار نیست رو حالا یه کاریش میکنیم، اما اول یه جایی برای این مرگ دوم پیدا کنید. مسلمان های عزیز هم فکری کردند و بالاخره به افتضاح ترین شکل ممکن معضل این آیه رو توجیه کردند. گفتند که اصلا زنده شدن دنیوی رو اصلا جزو کارهای خدا حساب نمی کنیم. یهو با مرگ دنیوی آغاز می کنیم. بعد برای زنده شدن اول زندگی برزخی رو مطرح می کنند و بعد میراندن مرگ برزخی باشه و در آخر زندگی اخروی، تا اون دوتا میراندن و دوتا زنده کردن که در آیه اومده جفت جور بشه. ای جونم خسته نباشن جمیعا توجیه کنندگان. در ترجمه همین آیه از آقای الهی قمشه‌ای اومده: در آن حال کافران گویند پروردگارا تو ما را دوبار بمیراندی و باز زنده کردی. یک بار در دنیا میراندی و در قبور و عالم برزخ زنده کردی، دوم بار در قبور میراندی و به قیامت زنده کردی تا ما به گناه خود اعتراف کردیم. دیگه زنده کردن در دنیا کار کی بوده؟ لابد کار خدا نبوده دیگه، وگرنه این آیه ایراد داره. یک نکته دیگر رو هم بگم و خلاص، این نکته مهمه. روز قیامت مردگان از قبر بیرون میان، زنده میشن. طبق آیات متعدد قرآن و طبق نظر مفسران قرآن این زنده شدن مردگان مادی هست و بازگشت روح به بدن جسمانی و دنیوی هست. پس یعنی تناسخ محسوب میشه. هیچ جوری نمیتونن قیامت رو معنوی و خیالی قلمداد کنند، تا بلکه این زنده شدن در معاد بازگشت روح به عالم ماده نباشه و تناسخ به حساب نیاد، چون متن صریح قرآن بر مادی بودن قیامت دلالت داره. این معضل رو ابن سینا میگه من هیچ توجیهی براش ندارم و صادقانه میگه که ادعای قرآن با عقل و فلسفه سازگار نیست. اما ملا صدرا سعی میکنه که اون رو حل کنه. ملا صدرا به صراحت میگه که بازگشت روح به بدن تناسخ هست، تناسخ هم ممنوع هست. گفتن که در معاد روح به بدن برمیگرده، مشکل از همینجا شروع میشه. ملا صدرا میگوید که برگشت روح به بدن همون تناسخه و تناسخ هم ممنوعه و ممتنعه. ایشون میگه که تناسخی نیست که روح دوباره در این دنیا به بدن برگرده. اصلا برگشتن روح به بدن تناسخه، هر جا بخواد باشه، چون اصل فلسفی استثناء نمیپذیرن. و اینهایی که معتقدن روز قیامت روح به بدن برمیگرده نادانسته به تناسخ قائل شدن. و تناسخ هم به لحاظ فلسفی امر ناممکنی است. فلاسفه اسلامی یک روشی دارند که من اسمش رو قبلا گذاشته بودم خودت رو گیج فرض کن و دیگران رو نفهم.
ملا صدرا از همین روش استفاده میکنه و میگه درسته که قیامت مادی هست و طبق قرآن و شرع روح به بدن مادی برمیگرده، اما این بدن مادی همین بدن دنیوی نیست، بلکه یک جور بدن دنیوی خیالی هست. و نفس با چنین بدنی که از قدرت خیال بر اختراع بدن فراهم شده است در معاد محشور خواهد شد. اینجوری هم بدن دنیوی هست و هم دنیوی نیست، خیالی است، پس دیگه تناسخ نیست. خیلی روش خوبیه، من عاشقشم. خودت رو گیج فرض کن و دیگران رو نفهم. فیسبوک من رو هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.